سلام علیکم شاگردان عزیز، امید که خوب و خوش باشین. به سلسله درس های قبلی که در مورد خواص معلول ها خوندیم، خواص کلیگاتیف، درس امروز ما و شما تنزیل فشار بخاره. قبل از اینکه تنزیل فشار بخاره بخونیم، بیایم تعریف فشار بخاره بفهمیم یعنی چی. میگیم که بخاراتی که در اثر حرارت دادن از سطح مایع بلند میشه به دیوار ظرف فشار وارد میکنه میگن فشار بخار. بخاراتی که به اثر حرارت دادن بلند شده به دیوار ظرف فشار وارد میکنه فشار بخار میگن، یا به این معنی که میگن فشار ناشی از موجودیت مولکول های بخار در قسمت بالای جدار ظرف فشار بخار یاد میکنن. چرا این میگن تنزیل فشار بخار؟ اگر شما خواسته باشین مقایسه کنیم محلل نظر به محلول، وقتی که شما در یک محلل ماده منحله علاوه کنیم محلول ساخته شد، مولکول های ماده منحله جا موقعیت مولکول ها آبر میگیره، جا مولکول ها معلل گرفته، پس میگیم مولکول های معلل به این قسمت کمتر از نظر به معلل کرده. پس بخاراتی که از معلول بلند میشه به دیوار ظرف فشار وارد میکنه به مراتب کمتر نظر به بخاراتی که از یک محلل بلند میشه، به این مفهوم که یعنی به همیشه فشار بخار محلل نظر به معلول بیشتره. به خاطر چی؟ به خاطری که مولکول های محلل بیشتر نظر به مولکول های چی کرده؟ نظر به مولکول های معلول کرده در سطح مایع. پس به این خاطر ما میتونیم بگیم تنزیل فشار بخار، یعنی همیشه یک محلول فشار بخار از اون نظر به معلل کمتره، یا میتونیم گفته معلل فشار بخار نظر به معلول کرده بیشتر داره. یکی که ما همیشه خواسته باشیم بفهمیم بگیم سرعت تبخیر مایعات به تعداد مولکول های سطح آن داره، به این معنی که هر قدر تعداد مولکول ها سطح محلل ما بیشتر باشه بخارات بیشتر، سرعت از او بیشتره، هر قدر که کمتر باشه سرعت از او کاهش میابه. در مورد فشار بخار عالمی به نام راولت قاعده ایجاد کرده، ارائه کرده، گفته که فشار بخار محلول یا فشار بخار محلول مستقیما متناسب به سم مولی محلله. به چی معنا؟ یعنی هر قدر که محلل بیشتر باشه در یک محلول، هر قدر که مولکول های محلل ما بیشتر باشه بخارات از اون محلول بیشتر، یعنی بخار بیشتر تولید میکنه. پس میتونیم یک فرمولی بنویسین، میگیم فشار بخار محلول مثل این میشه به فشار بخار محلل خالص ضرب سم مولی محلل. این یک اگه یاد شما باشه قبلا بگفته بودیم مول فرکشن یا سم مولی ارائه میکنه. این یک اگر قیمت فشار بخار معلل خالص، قیمت از اون میگیم 101.3 کیلو پاسکال که در شرایط استیپی یا استاندرد یک اتمسفیر میشه 101.3 کیلو پاسکال. اگه این ما خواسته باشیم ثبوت بکنیم، ساده سازی بکنیم، ما خواسته باشیم تغییرات از اون، یعنی وقتی که شما ماده منحله علاوه کردیم در محلل تغییری رو نما میشه، فشار بخار کاهش میابه. اگه شما خواسته باشیم تغییر از اون پیدا کنین، میگیم دلتا پی مثل این میشه پی صفر ضرب این دو، پی صفر این میشه دلتا پی میشه تغییرات فشار بخار، پی صفر فشار بخار معلل خالص و این دو در اینجا چیه؟ سم مولی ماده منحله نشان میده. اینجا بود این یک بود سم مولی محلل. اگه ما خواسته باشیم باز این کم ساده سازی تر هم بسازه، میگیم دلتا پی مثل این میشه به پی صفر منفی پی یک که یه از تغییرات فشار بخار، پی صفر گفتیم معلل خالص، پس پی اینجا چی بیان میکنه؟ میشه معلول. خب به خاطر درک بیشتر در مورد این قاعده راولت و این روابطی که ما نوشتین، یک مثال آوردم که گفته 10 گرم سدیم هایدروکساید در 90 گرم آب حل گردیده. شما بریم تغییرات فشار بخار پیدا بکنین، به این مفهوم که وقتی که شما ماده منحله در معلل حل میکنین تغییرات به او رونما میشه، یعنی فشار بخار کمتر میشه. حال ما بریم همون تغییر پیدا کنین که چقدر کمتر میشه، که ما قبلا بگفتن دلتا پی چی نشان میده؟ تغییرات فشار بخار مثل این میشه پی صفر ضرب در این دو، این دو گفتیم چی میشه؟ میشه سم مولی ماده منحله. پس به این معنا که ما قیمت پی صفر داریم، سوال داده پی صفر دلتا پی بخواسته، ما فقط چی میخوایم؟ به این سوال این دور میخوایم. پس از این رابطه میتونیم سوال کار کنیم، بگیم پی صفر ضرب در چی؟ این دو. شما قبلا یاد شمانه که ما جلسات قبلی در مورد سم مولی یا مول فرکشن صحبت کردین. ما مایم سم مولی ماده منحله پیدا بکنیم. ماده منحله ما چیه؟ اینجا میشه 10 گرم سدیم هایدروکساید. پس سدیم هایدروکساید که میتونیم نظر به این فرمولی رو محاسبه کنیم، این دو جمع این یک. اما در اینجا ما مول نداریم، ما توسط این فرمول که قبلا ما فرمول مول خوانده بودیم میشه ماس بر مولر ماس، کتله بر کتله مولکولی، میتونیم از این فرمول محاسبه کنیم.
که اگر با به جوازی بنویسم مس بر مول ارمس، یعنی جوازی ام دو بنویسم، ام دو بر ام کلون دو، قیمت های ازیرم بگذارم میشه دای بر چند؟ دای بر چل، که وزن مولکولی سودیم های دروکس های چنده؟ میشه چل. باز اینجا بازم داریم دای بر چل مثبت N1 سم مولی یا مقدار مول آب خواسته باشیم پیدا کنیم، گرام یورداده 90، وزن مولکولی آب چنده؟ میشه 18. شما اگر این ساده سازی بکنیم قیمت این دو از اینجا پیدا میشه 0.048. سم مولی هم واحد نداره. شما سم مولی پیدا کردین، پی صفر رم داریم، شما فقط میتونیم مال دلتا پی پیدا کنیم. بگیم دلتا پی مثل این میشه پی صفر ضرب در این دو، که از اینجا اگر ما این ساده سازی بکنین میگیم دلتا پی مثل این میشه به پی صفر، قیمت رو چند داریم اینجا میشه 101.3 کیلو پاسکال، کیلو پاسکال ضرب در این دو، این دو رم پیدا کردیم 0.048. فقط شما اگر ایر ضرب بکنین، اگر 101.3 ضرب 0.048 بکنین قیمتی میشه 4.86، واحدی هم که مانده یعنی چی؟ کیلو پاسکال. یعنی عمیقدر تغییر فشار بخار در این موجوده. خب شاگردای عزیز، به این بخش میخوایم که در مورد صعود درجه غلیان معلول ها و تنزیل درجه انجماد معلول ها صحبت بکنین. صعود یعنی بلند رفتن درجه، صعود یعنی بلند رفتن. حالا ما چرا صعود درجه غلیان میگیم؟ اول بیایم درجه غلیان یک تعریف بکنیم. میگیم درجه غلیان عبارت از درجه حرارت است که یک ماده یا یک مایع به جوش بیای میشه درجه غلیان. چرا صعود میگن؟ اگه شما بیایم مقایسه کنیم یک محلل نظر به معلول، اگر آب خالص در 100 درجه به جوش بیایه اما آب و نمک به 100 درجه به جوش نمیایه، مطمئنا بلندتر از 100 درجه به جوش میایه. به همین خاطر اون میگم چی؟ صعود درجه غلیان محلول، به این مفهوم که همیشه یک محلول نظر به محلل خالص درجه غلیان بلندتر داره، یعنی از 100 بعد بلندتر حرارت بدین که به جوش بیایه. حالا چقدر نظر به مقداری فرق میکنه؟ میگه که هرگاه ماده منحله در محلل حل بشه نقطه غلیان آن نظر به محلل بلندتر میره. متوره مثلا یک نکته خیلی مهمه، میگه یک ماده وقتی غلیان میایه که فشار داخلی مثل به فشار خارجی اتمسفیر بشه. به این مفهوم شما فرض بکنیم که فشار اتمسفیر یکه اما فشار داخلی ما داریم 0.25، ما باید 0.25 دیگر به زو علاوه کنیم که مثل به فشار خارجی اتمسفیر بشه، او وقت یک ماده به جوش میایه. یک نکته ای که خیلی مهمه، همیشه درجه غلیان یک محلول نظر به معلل خالص بیشتره. این خیلی مهمه. ببینید تغییرات درجه غلیان، دلتا تی بی میگن، تغییرات درجه غلیان یک محلول مستقیما متناسب به غلظت های مولر و به غلظت های مولر از اونه. اما اینجا یک ذریبی هم داره، این ذریب به نام ذریب ابلیوسکوپیک یاد میکنم، یعنی ارتباط ای ثابت که اصلا نظر به محلل ها متفاوته. ثابت ایپلیوسکوپی که آب قیمت یارداده 0.52 یا 52 لیتر سلسیوس برمول، نظر به هر محلل متفاوته. یعنی پس میگیم تغییرات درجه غلیان مستقیما متناسب به غلظت های مولر و مولل. برای غیر الکترولیت آی نداره، ذریب واندهوف نداره، اما به محلول های الکترولیت آی یعنی ذریب واندهوف وجود داره، که ما میتونیم میته بگیم تغییرات مثلی میشه تی دو منفی تی یک، که دلتا تی بی تغییرات درجه غلیان نشان میده، تی دو درجه غلیان محلول، تی یک هم میشه معلل خالص، که معلل خالص در شرایط استاندارد به چند درجه به جوش میاد؟ 100 درجه. نظر به این که به خاطر امی روابط بیشتر بفهم، بیایم مثال کار بکنیم. گفته شما معلولی داریم که 2 مولر گلوکوز داره، در به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ یعنی میگه که اگر آب خالص به 100 درجه به جوش بیایه، شما یک معلولی دیگه داریم که اگر 2 مولر گلوکوز در داخل از او باشه، آله به چند درجه به جوش میایه؟ ما بعد چیکار بکنیم؟ اول بعد بریم تغییرات حضور پیدا بکنیم. از کجا فهمیدیم که این میشه ماده؟ از فرمول بالا کار بکنیم، از الکترولیت غیر الکترولیت. به خاطر گفته محلول گلوکوز، پس به این مفهوم که این ماده چیه یا محلول چیه، غیر الکترولیته. میگیم که دلتا تی بی مثل میشه قیمت ثابت ابلیوسکوپیک داده سوال 0.52، وایداتی هم که داره میشه لیتر ضرب سانتیگراد بر مول ضرب قیمت غلظت مولاریتی رو اینجا داریم 2، به جای مولاریتی میتونیم بنویسیم مول بر لیتر، میتونیم بنویسیم که لیتر به لیتر خلاص میشه،
مولم به مول خلاص میشه. شما اگر اینا رو ضرب کنیم با هم دیگر دو تا میشه 4 تا، 1.04 سانتیگراد میشه. این تغییر از اونه. یعنی وقتی که این قیمت رو ما به دست آوردیم، اگر جمع چند کنیم ما درجه غلیان محلول ما به دست میای جمع 100 نظر به این رابطه ای که من نوشتم. پس میتونیم بگیم دلتا تی بی مثل میشه به تی دو منفی تی 1 که من اینجا بنویسم تی دو محلول رو نشان میده. قیمت ازی هست 1.04 مثل میشه به تی دو از ما خواسته منفی تی 1. تی 1 هم درجه غلیان آب خالص چنده؟ میشه 100 درجه. شما اینا رو معلوم مجهول کنیم درجه غلیان معلول ما چند پیدا میشه؟ 101.04 سانتیگراد. این به چی مفهوم؟ یعنی اگر آب خالص به 100 درجه به جوش بیایه 2 مولر گلوکوز به 101.04 درجه سانتیگراد به جوش میایه. عنوان بعدی در مورد تنزیل درجه انجماده. چرا تنزیل یا کاهش یاد میکنن؟ یعنی شما اگر خواسته باشیم یک محلل نظر به معلول مقایسه کنین، درجه انجماده یک محلول همیشه پایین تر از صفره. اگر آب خالص در شرایط استاندارد به 0 درجه منجمد بشه، آب و نمک به 0 درجه منجمد نمیشه که استفاده از این در زمستان شما دیدین به خاطر ذوب شدن یا به خاطر پایین آوردن درجه انجماد چکار میکنن؟ نمک میریزم در سرکا. پس میگن زمانی که ماده منحله در معلل حل بشه درجه انجماد آن نظر به معلل خالص پایین تره. این نکته خیلی مهمه که همیشه درجه انجماد محلول نظر به معلل خالص پایین تر از صفره. که قبلا بگفتم اگر آب خالص به 0 درجه منجمد بشه معلول پایین تر از صفره. یا مثل درجه غلیانه میگیم که دلتا تی ای فریزینگ پوینت، تغییرات درجه انجماد مستقیما متناسب به غلظت های مولر و مولله، مثل دقیقا درجه غلیان. اما اینجا یک ذریبی داره، ذریب از این ذریب کریوسکوپیک یاد میکنن. ذریب ابلیوسکوپیک و کریوسکوپیک اینا به چی ارتباط میگیره؟ به نظر به نوعیت محلل ارتباط میگیره که از آب خالص ثابت کریوسکوپیک آب خالص قیمت یا ثابت 1.86 لیتر ضرب سلسیوسی بر موله. که شما میتونیم به خاطر درک بیشتر این فرمول ها شما میتونیم که این مثال کار بکنیم. این مثال گفته که شما معلول داریم 2 مولر گلوکوز، اگر درجه انجماد آب خالص باشه 0 درجه، شما بریم درجه انجماد محلول رو پیدا بکنیم. درجه انجماد چی؟ تی اف محلول بریم پیدا بکنیم. نظر به این فرمول میگیم دلتا تی اف مساوی میشه کا ضرب در سی ام. داریم ما میگیم دلتا تی اف مساوی میشه به کار قیمت یار داریم 1.86 وایدات یو داره لیتر ضرب سانتیگراد بر مول ضرب چی داریم؟ غلظت مولاریتی قیمت یار چند داریم؟ 2. واحد مولر میشه مول بر چی؟ میشه مول بر لیتر. که شما میتونیم لیتر به لیتر خلاص کنیم، مول هم به مول. شما اگر اینا رو ضرب بکنین 2.6 تا میشه 12، 2.16 = 17، 2.1 = 3.72 سانتیگراد. خب ببینیم شما یعنی چی مفهوم داره ای؟ ما مهم که درجه انجماد محلول رو پیدا بکنین. نظر به این رابطه ای که نوشتم میگم که دلتا تی اف مساوی میشه به تی دو منفی تی یک. یعنی تی دو منفی تی یک از معلل قیمتی و چنده؟ قیمتی و صفره. قیمت تی معلول پیدا کردیم چند؟ تغییرات پیدا کردیم؟ تغییرات از این پیدا کردیم 3.72 مثل این میشه تی دو محلله. محلل قیمتی و چنده؟ 0 منفی تی یک. از این تی یک محلول پیدا میشه درجه انجماد منفی 3.72 سانتیگراد. به چی مفهوم؟ به این مفهوم که اگر آب خالص به 0 درجه منجمد بشه ما محلول داریم 2 مولر گلوکوز به زو علاوه کردین به منفی 3.72 درجه سانتیگراد ای منجمد میشه، یا درجه انجماد از او اندازه. خب دوستای عزیز، این بود درس امروز شما. امیدوارم که از این درس بازم استفاده کرده باشین. تا جلسه بعدی شما رو به خداوند یکتا و بیامتا میسپارم.